جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد که اگر بخواهی دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود. بله، جوانمردی در جنگ با مغولان به شدت مجروح میشه و میگویند اگر به نزد فلان بازرگان بروی نوشداروی آن را دارد و میتوانی از این زخم رهایی یابی و به بهبودی برسی. گر به جای نانشان در سفره بودی آفتاب، اگر این آفتاب، این نور به جای نان در سفره این بازرگان بود، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. بله، این نور رو هم از همگان دریغ می داشت. جوانمرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا نکند. باری خواستن از او زهر کشنده است. بله، همین که من برم قیافه اون رو ببینم، یاد بدهکاریان بیفتم و رنج بکشم که باهاش صحبت کنم، آدم به روی باز به نزد کسی میره، نه در بازش. بنابراین صرف نمی کنه، عطایش رو به لقایش میبخشم و به نزدش نمیدوم. هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی و از جان کاستی. و حکیمان گفتند آب حیات اگر فروشن، فیلم مثل به آب روی دانا نخرد، که مردن به علت به از زندگانیه به مزلت. چه جمله قشنگیه، چه جمله قشنگیه. مردن به علت، اگر انسان به علت بیماری، به دلیل بیماری بمیرد، بهتر است از این که تن به زندگی همراه با خفت و خاری بدهد. یادآور سخن امام حسین علیه السلام هست، سرور آزادگان جهان، که هیهات من نزلن، حاضرم بمیرم تن به خفت و خاری ندهم. بله، مهارت نگفتن به خواسته های نادرست دیگران خیلی مهمه. کودکان و نوجوانان باید به گونه‌ای پرورش پیدا بکنند که به خواسته های نادرست دیگران با شهامت و جسارت نبگویند. اگر دم از امام حسین میزنند و تن به خفت و خاری میدهند، یعنی در بیان و در لفظ پیرو امام حسین هستند. زیرا امام حسین مهارت نگفتنش به خواسته های نادرست دیگران بسیار قوی بود و بالله به راحتی میگفت که خب اون نامه که هیچی، 100 تا نامه دیگه هم بیارید من امضا میکنم، کاری به من نداشته باشید. به هر حال مردن به علت به هر زندگانی به مذلت. اگر هنزل خوری از دست خوشخوی، بله اگر از دست کسی که اخلاقش نیکه، خویش نیکه است و خوش، هنزلت بسیار تخ رو هم بخوری، به هست شیرینی از دست ترش روی. از خوردن شیرینی از دست کسی که رویش خوش نیست بسی بهتر است.